من سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از سهراب گرامی که وقت گذاشتن اومدن این بحث رو با ما در میون بذارن، به ویژه تو شرایطی که این بحث به درستی در میون چپ کمتر مطرح شد. من اول یک سوالی رو، یک نظری رو از کلاب هاوس میخونم و فکر میکنم که یا سهراب بهش پاسخ بده یا همین نویسنده اگر امکان داشته باشه خودشون بیان نظرشون بدن. خانم راحله تارانی نوشتن فکر میکنم بهتر بود یک روانشناس هم دعوت میکردید برای این بحث. روانشناسی هم مثل سایر علوم میتواند در خدمت یا علیه مردم مورد استفاده قرار گیرد. نمیتوان ابرام نفی کرد. علوم دستاورد مردم هستند و باید توسط توده‌های مردم برای رهایی و ساختن جوامع انسانی‌تر مورد استفاده قرار بگیرد. خانم راحله تارانی خودشون پزشک روانشناس هستند، از خانواده جان باختگان هستند و اون چیزی که من میتونم از ایشون بازم اینجا بگم اینه که خودشون هم فعال چپ میدونم. بعد من خودم یک سوال دیگه داشتم که بعداً مطرح بکنم اگر فرصتی باشه. آره، پیش از این که حالا رفیقمون سهراب بخواد چیزی بگه چون ممکنه حالا شرم حضور داشته باشه و فروتنی به خرج بده و اینا، من خدمت خانم تورانی عرض کنم که سهراب روانشناسه، یعنی ما روانشناس از فضا دعوت کردیم، ولی حالا اگر نکته‌ای هست خود سهراب بگه. بسیار عالی. اول از همه ممنونم خاطر سوال که پرسیدین. نکته ای که هست اینه که در واقع روانشناسی انتقادی رد کلی روانشناسی سنتی با همه در واقع دستاوردهای فکریش نیست، یعنی قرار نیست که یه ساختمونی از نو ساخته بشه، بلکه وقتی مثلا به کارهای هولسکامپ رجوع میکنیم میبینیم که هولسکامپ در واقع اون هسته زاینده تمام رویکردهای روانشناسی که در واقع شیوه آزمایش استاندارد در واقع بهش میگن اکسپریمنتال استاندارد دیزاین، طراحی استاندارد آزمایشگاهی باشه، این رو در واقع بیرون کشیده و با نقد درون ماندگارش به ما در واقع راهی رو نشون میده که چطور میشه همه دستاوردهای روانشناسی سنتی رو این بار بیاریمش توی یک در واقع پارادایم دیگه، یک گفتمان دیگه که نسبت به ساختارهای اجتماعی کور نباشه و نسبت به در واقع به انواع و اقسام ستمهایی که داره به انسانها میشه کور نباشه و حالا از اونها در این در واقع پارادایم جدید استفاده کرد. به این ترتیب ممکنه اینطور به نظر برسه که انگار روانشناسی انتقادی میخواد مثلا هر چیزی که از روانکاوی گرفته شده یا روانشناسی شناختی یا روانشناسی های هیجان محور یا هر چیز دیگه‌ای، هر سنت دیگه‌ای که توی همین فضای روانشناسی سنتی فهمیده میشه، انگار به نظر میسه میخواد همه‌شو کنار بذاره، ولی اینطور نیست. قراره همه اینها رو به درون بکشه و به قول معروف اینها رو به اندام‌های برای بدن جدید خودش تبدیل بکنه، اما خب در این تبدیل کردن اونها اتفاقی که میفته اینه که ممکنه ماهیتشون هم خیلی عوض بشه و بخشی از اونها در واقع تصفیه بشه، کنار گذاشته بشه. از این جهت خب این یه بحث مفصلیه که حالا میشه راجبش خیلی صحبت کرد، ولی من در همین حد فکر کنم وایسم بد نباشه. خب اگه اجازه بدیم من یه سوالی رو که در اینستاگرام فرستاده شده بخونم که فکر کنم مربوط هم هست به همین بحث که الان مطرح شد. رفیق در اینستاگرام پرسیدن که روانشناسی انتقادی که آقای رضوانی ترک کردن در مقام آلترناتیو روانشناسی غالب تکیه اصلیش بر جامعه، گروه و سازمان است تا فرد را به مثابه فرد از انتزاع خارج کند و اون رو در بستر جامعه مورد بررسی قرار بده.
اگر این تلقی درست است، آیا به این ترتیب این بار فردیت در مقام یک سوژه تکین و یگانه مورد سرکوب قرار نمیگیره و پیچیدگی های متمایزش مورد انکار قرار نمیگیره؟ ممنون از سوال که پرسیدن. خیر، اینطوری نیست. اتفاقی که میفته در فضای روانشناسی انتقادی اینه که ما وقتی میخوایم وضعیت رو تحلیل بکنیم، یعنی یک فرد رو تحلیل بکنیم، ما یه دستگاه تحلیلی سه سطحی داریم به یه نحوی. یعنی مثلا اگر همین الان خودمون رو مثلا در نظر بگیریم، همینجا هر کدوم از ما به عنوان یک فرد اول از همه میتونیم تحلیل بشیم، به این ترتیب که الان وارد این جلسه شدیم و این جلسه برای ما یه پروژه، جزئی از مجموع پروژه هایی که زندگی روزمره ما رو داره میسازه. و خب ما یه تصمیم، در واقع اینجوری بگم، یه تصمیمات درونی گرفتیم و به نتایج رسیدیم که خواستیم در این جلسه شرکت بکنیم. انگیزه های شخصیمون اینجا مطرحه. همه اینها در سطح فردی قابل در واقع ارزیابی ان. حتی میشه اینو ارزیابی کرد در واقع در فضای زندگی روزمره یک شخص که هر کدوم از فعالیت هایی که میکنه جزو کدوم بخش از زندگیشه. آیا این جزی از کار مزدیشه؟ آیا جزی از در واقع کار باستولیدیشه؟ آیا جزی از در واقع آموزش و باسازی خودشه؟ باسازی مهارت هاشه؟ تفریح؟ خلاصه اینی که یک دستگاه مفهومی ویژه‌ای برای بررسی فرد و همه خاص‌بودگی‌هاش وجود داره. اما همزمان ما میگیم که این در واقع فقط یه سطح از واقعیت رو داره به ما نشون میده. سطح دیگه‌ای از واقعیت در همین جا زندگی شخصی هر کدوم از ما افراد که در این جلسه وصل شدیم به هم نیست. چیزی فراتر از اینه و اون هم پروژه پروژکتوره، که خود پروژه پروژکتور که ما الان به عنوان چه مخاطب چه همراه داریم در واقع باش تعامل برقرار میکنیم، خود پروژکتور هم یک سوژه‌ایه مستقل از هر کدوم از ما افراد و این هم در واقع دوران رشد خودشو داره سپری میکنه، در واقع روابط درونی خودش رو داره، پویایی درونی خودش رو داره، لیدرهای ارگانیک خودش رو داره و غیره و غیره. ما داریم همچنان راجع به همین الان و به قول روانشناسا راجع به اینجا و اکنون حرف میزنیم، ولی اینجا و اکنون رو یه دور از سطح فردی بازش کردیم، یه دور اینجا و اکنون پروژکتور رو میتونیم باز بکنیم و یه دور میتونیم از اینجا و اکنون پروژکتور هم فراتر بریم و اینجا رو به عنوان جزئی از کلیت پروژه طبقاتی که، یا بگیم پروژه های طبقاتی که در ایران داره حرکت میکنه، مورد ارزیابی قرار بدیم. به این ترتیب که پروژکتور در تعامل با یک سری پروژه های دیگه‌ای داره یک مقصودی رو پیش میبره و حالا همزمان همین الان اون پروژه طبقاتی هم به عنوان یک سوژه زنده میشه مراحل رشدش رو بررسی کرد و دید و غیره و غیره. یعنی مسئله اینجاست که اگر روانشناسی سنتی تکینگی افراد رو، خاص‌بودگی های افراد رو در واقع اونم به صورت یک سویه میبینه و کوره نسبت به سطح های دیگه واقعیت، روانشناسی انتقادی قرار فراتر بره از این موضوع و همه این سطوح و ارتباط درونی همه این سطوح رو در کنار هم دیگه ببینه. و خب حالا امیدوارم این توضیحی که دادم تا حدی بتونه پاسخ دوستمون رو بده. ممنون، مرسی. علی دماوندی هم من دیدم که دستش بالاست ولی الان بالا نیست، بنابراین وقتو میدم به رفیقمون ناصر پیشرو که دستش بالاست. ببینید رفیق عجیلی، این توی کلاب هاوس سه نفر دست بلند کردن، لطفا اسمشون رو بنویسین. ببینم اینجا دقیق افسانه هستش،
بعد آقای فریدونی هست و آقای خسرو په سیاه هست. شما اینا رو میتونین بنویسین که بیان صحبت بکنن. من یک سوالی داشتم، میخواستم یک سوال رو مطرح کنم. البته این بحثی که این آخر شد، این نکته رو بگم که فکر میکنم منظور این هست که یک نوع فردانیت اجتماعی، یعنی حوزه به اصطلاح فردیت شخص رو نگه داره، در این حال پیمان بخوره با اون شرایط اجتماعی. شاید منظور شما این بود و اینطور باشه، من باش موافق. ببینید من تو همین حوزه یک سوالی دارم. ببینید نقش جنبش های سیاسی توی روانشناسی، اینی که من میگم یه تجربه است، یعنی اصلا هیچ کاری متأسفانه توی اعصابو نکرد. مثلا ما یادمونه که این اعتصاب معدنچیای توی انگلیس یه تاثیر عظیمی روی موسیقی، روابط افراد، موقعیتشون، سرودخوانی‌هاشون، همبستگی جمعی کارگرا اینا داشت که اصلا واقعا تو اون تاریخ معین خیلی درخشان. اما جنبش فرهنگی توی دهه 60 اروپا هم تأثیرات خیلی مثبتی داشت، به ویژه تو شکستن تابوهای جنسی و اون سلطه فرهنگی که به اصطلاح اون مناسبات مسلط داشت. این تجربه‌ای که میگم به این شکله و حتی این سوال هم میشه توش مطرح بشه. یک خانومی همکار مینا بود، حالا بچه ها میشنستن، این خانومی اومد با ما یک به اصطلاح مناسباتی داشت، همکار مینا بود. این تو اون دوره معین پدر و مادرش، یعنی اون بچه خارج از ازدواج بود، به خاطر اینکه این فضا رو بشکنن اینا دست جمعی میرفتن تو به اصطلاح کلاس هایی که می داشتن که مثلا وضعیت بچه ها رو بپرسن، انجمن های چندان خانه و مدرسه و اینا دست جمعی می رفتن، به خاطر این که اکثر بچه هایی که از پدر و مادرشون جدا شده بودن احساس انزوا می کرد. اینا می رفتن این جعب رو بشکنن، می گفتن مثلا اینا می اومدن می گفتن پدرت که سه تا از این به اصطلاح فعالین اون دوره میمدن میگفتن ما همه پدرشیم، یا مثلا مادراش به همیشه. این تو بعدن خب نشون داد که تو اون تحولات فرهنگی نقش بسیار مثبتی اون جنبش سیاسی بازی کرد. اما در این حال این خانوم خودش یک مشکلی پیدا کرده بود، میگفت این رو من خیلی تأثیرات شکننده، یعنی دوچار انزوا شده بود. یعنی همین بحث فردیت و یه رابطه اجتماعی به چه شکل باید با هم دیگه به اصطلاح مچ بشه که از نظر شما بتونه اون پروژه روانشناسی بدیل یا روانشناسی انتقادی پیش بره. همین سوال من بود. تشکر میکنم از اینکه تو این بحث شرکت کردیم. همین. ممنونم از شما. حالا در واقع اولین پاسخی به ذهنم میرسه که بتونه پیوند برقرار بشه بین هم مسائل فردی و هم مسائل اجتماعی، به نظرم پاسخش توی تغییر فرم سازمانی، همونطور که گفتم. یعنی در فضای روانشناسی یک مسئله‌ای که وجود داره و هنوز هم یعنی حل و فصل نشده به نحوی، اینه که اگر من با یه مسئله فردی درگیر بشم، مثلا افسردگی باشه، استراب باشه، انزوای اجتماعی باشه یا هر چیزی شبیه به این مسئله فردی کجا حل و فصل قرار بشه؟ ظاهرا در یک فضای کلینیکی که توش من میرم مقابل یک روانشناس به صورت فردی میشینم، بدون اینی که چیزی از اون روانشناس بدونم یا بدون اینکه چیزی از مناسبات این کلینیکی که توشم بدونم، اون فقط متمرکز میشه روی فرد من و در واقع متمرکز میشه به درون من فقط، برای اینکه این مسئله رو حل بکنه. خود این فضا مشکل داره از جهت در واقع پیوند برقرار کردن بین مسائل فردی و
فضای اجتماعی. حالا تصور کنین اگر من به جای یه همچین فضایی با مشکل افسردگی، استراب یا هر چیزی مواجه هستم، وارد کلینیکی بشم که از همون ابتدا وقتی واردش میشم به من بگن که ببین تو میری پیش فلان روانشناس، ولی همزمان اگر دوست داشته باشی جزی از شورای مصرف کننده های این کلینیک هم هستی و همراه این روانشناس که جزء شورای تولید کننده هست و بقیه روانشناس و بقیه مراجعه ها که توی این محله با هم دیگه زندگی میکنیم، توی مدیریت اینجا هم اگر دوست داشتی میتونی نقش داشته باشی. اینجا من درسته که میرم مسئله فردیم رو حل بکنم، اما این مسئله فردیم حل و فصلش وصل میشه به فعالیت‌های اجتماعی که دوروبر من داره اتفاق میفته و روانشناسی هم که با من کار میکنه، از در واقع به جای اینه که انگار در برج آج بشینه اون بالا در جایگاهی که انگار هیچ مشکلی نداره و خودش مثلا همه چیش خوب و درسته و اینها، در جایگاهی اگر باشه که نشون بده ببین این مسائل استراب و افسردگی که تو داری منم دارم، چون این خشونت هایی که تو بیرون از کلینیک تجربه داری میکنی منم دارم تجربه میکنم، و اگر میخوای این مسائل حل بشه درون تو من کمکت میکنم اینجا، ولی همش اینجا نیست، بخشش رو باید با همدیگه حرکت بکنیم و با همدیگه مبارزه بکنیم علیه خشونت هایی که بیرون از کلینیک داره ما رو در واقع دربر میگیره. یک همچین فضایی و یک همچین گفتمانی به نظرم به صورت در واقع ارگانیکی مسائل فرد و مسائل اجتماع رو میتونه به همدیگه وصل بکنه و حل و فصلش بکنه. یه اشاره رفیق ناصر پیشرو داشتم به در واقع اعتصاب معدنچی ها توی انگلیس، به نظرم خیلی اشاره جالبی بود، اگر فرصت باشه دوست دارم یکی دو دقیقه راجبش صحبت بکنم، که این در واقع معدنچی ها و که به نحوی میشه گفت جزو رادیکال ترین لایه های طبقه کارگر توی انگلیس محسوب می شدن، الان که دیگه در واقع چیزی جز یک فستیوال از این موضوع باقی نمونده، یعنی معدنچی دیگه به اون طرف به اون معنا نداریم، اما اثر خودشون رو روی عقل سلیم بریتانیا و طبقه کارگر در انگلیس و بقیه جاهای بریتانیا گذاشتن، به این ترتیب که در واقع توی این فستیوالی که هر سال توی شهر دارم برگزار میشه، که در واقع برگزار کنندش هم قبلنها معدنچی ها بودن، ولی الان اتحادیه‌ای که در واقع بگیم اون اسوسییشنی که از معدنچی ها بیادگار مونده این فستیوال رو پیگیری میکنه، رادیکال ترین جناح‌های جنبش اتحادیه گرای اینجا در واقع هر سال به نحوی تکلیفشون رو با وضعیت اونجا مشخص میکنن به صورت سمبولیک، و در واقع یعنی موضع‌گیری سیاسیشون رو به کلیت فضای جنبش کارگری نشون میدن. و نکته جالب اینه که کارگرها اینجا اینجوری که من فهمیدم همه انگار هر سال گوششون رو تیز کردن برای اینکه ببینن توی اون فستیوال چه اتفاقاتی میفته، و مثلا یکی از اتفاقاتی که امسال افتاده و اثرش رو روی کلیت عقل سلیم اینجا هم میشه دید اینه که برای اولین بار در اون مراسم رهبر حزب کارگر که هر سال سنتی میومده و سخنرانی میکرده اصلا دعوت نشده، یعنی رهبر حزب کارگر رو دعوتش نکردن، و در تمام سخنرانی‌هایی که اونجا برگزار شده و تا اونجایش رو من شنیدم اکثر در واقع رهبران اتحادیه‌ها این یا به صورت ضمنی یا واضح عنوان کردن که دیگه حزب کارگر در این مبارزات ما توی این اعتصابا از موضوعیت افتاده کار باهاش، و خب یک همچین در واقع شکافی بین حزب کارگر و بین جنبش‌های اتحادیه‌گرا
در یه همچین فستیوالی میشه اون فضا حال و هوای روانی کلی رو دید. و خب شاید کار روانشناسی انتقادی در یه سطح این باشه که بتونه یک همچین نقطه هایی که در واقع تغییرات در سطح عقل سلیم خودشون نشون میده رو اونا رو شناسایی بکنه و مثل یک جور دماسنجی که دماسنج هایی که به ما نشون بده طبقه کارگر چطور داره موضعش رو تغییر میده، دفاعی میشه، تهاجمی میشه، اینها رو به ما نشون بده. اما خب یه همچین کاری فکر میکنم در فضای ایران هنوز نشده یا من حداقل خبر ندارم. ممنون ازت. خانم افسانه توی کلاب هاوس گویا وقت خواسته بودن، اگر رفقا ترتیبشو بدن که ایشون بتونه سوالشو بپرسه یا نظرشو بده. ممنون از رفقای برگزار کننده علاقم و سهرابی با طرح این بحث مهم. من یه نقد دارم، یه نکته رو مطرح میکنم و یک سوال در پایان. فکر میکنم برای هر کدوم یه دقیقه وقت داشته باشم تقریبا، به همین دلیل خیلی کوتاه اشاره وار. این در واقع من فکر میکنم برای خود من اینجوری من توضیح دادم مسئله رو. سوال اصلی که این روانشناسی نقادانه باهاش مواجه هستش این هستش که چرا انسان ها برای در واقع منافع خودشون گام بر نمیدارن یا حتی بر ضد منافع خودشون گام بر نمیدارن؟ چه اتفاقی میفته اینجا؟ این سوالیه که فکر میکنم خیلی سیستماتیک زمانی که فاشیسم ظهور کرد مثلی روشنفکران مارکسیست به طور مشخص مکتب فرانکفورت سعی کردن بهش پاسخ بدن و اینجا در واقع توجهشون رو معطوف کردن به مسائل فرهنگی، مسئله تربیت، به هنجارهای اجتماعی، هنجارهای غالب و این تضادهایی که در جامعه سرمایه‌داری هستش. نقد من از اینجا شروع میشه. ما دیدیم، مشاهده کردیم که متاسفانه این نظرات با اینکه بسیار بجا، بسیار ضروری بودن، طرح اینا، تحلیل این مسائل، ولی کم کم در واقع اشکالی که داشتن این بود که اون مناسبات قدرت رو گذاشتن کنار تا میرسیم به هاباماس و غیره. البته مارکوزه نه، اشفوم نه، ولی آخرش اگر بگیم تقریبا هاباماس و بعد هم هونت و بقیه که حالا نقطه که من دارم توی بحث شما همینه. به نظر من قاطع این انسان نئولیبرالیست با مناسباتی که در واقع علت به وجود اومدن این نوع انسان در مناسبات نئولیبرالیستی و سرمایه‌داری در واقع نئولیبرالی هستش، این به نظر من حقیقتش خیلی کمرنگ یا حتی نامرئی بود. این نه تنها توی بحث به نظرم به این شکل بود، بلکه حتی توی راه حل هایی که داده می شود. برای نمونه بحث شوراها مشخص نبود که برای من حداقل این شوراها توی یک جامعه آرمانی در واقع یک جامعه ایدئال ما بعد از میگم به طور مشخص اصلا انقلاب اجتماعی به وجود خواهد اومد یا اینکه توی یک خلأ بین اون مدینه فاضله ما و واقعیات جاری یا امروز، چون اینا اون وقت خیلی فرق میکنه با هم دیگه که آیا اصولا عملی هست یا نه. اون نمونه هایی هم که مثال زده شد به عنوان واکنش در مقابل استالینیسم که مطرح کردیم، حالا بگذاریم اون بحث استالینیسم هم که اگر ما بخوایم واقعا اونجا هم مناسباتی رو که یک فرد حالا استالین یا هر کسی دیگه در واقع چه مناسباتی اونجا برقرار بود و همه چیز رو به یک شخص
نسبت به این به نظر من باز تحلیل ماتریالیست تاریخی نداریم از اتفاقی که افتاد و انحرافی که به وجود اومد. ولی همین رو در واقع ما میبینیم که این مثال ها هم که مطرح کردین، آلمان غربی و بعد سوئد، اینا در بستر مناسبات سرمایه‌داری به هیچ وجه نتونه در واقع بالندگی رو داشته باشه، اون تاثیرگذاری رو داشته باشه. این مناسبات قدرت و مناسبات در واقع اقتصادی، حالا قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی که پشت این مدیه، چه تو طرح مسئله و چه در واقع در رابطه راه حل این مسئله هستش، به نظر من کم بود. البته من تاکید میکنم، من اصلا منظورم این نیستش که این کارا رو انجام ندیم، به نظر من هیچ کاری نکنیم، صبر کنیم تا انقلابی بشه، واقعا اصلا این نیست. و جنبه مثبت بحثتونم دقیقا اونجایی میبینم که سازکارهایی ارائه میدیم که امروز هم به درد ما میخوره، ولی توی در واقع یک مجموعه کلیتر اون میگم اون ساختارهای اصلی به نظر من جاش کم بود. یه نکته و اون این که من فکر میکنم توی ایران یه مقدار پیچیده تر هستش قضیه. ببینید توی ایران واقعا مردم سیاسی هستن. یعنی من معذرت میخوام رفیق عزیز، اگر حتی الامکان سعی کنین کوتاه‌تر که رفقای دیگه هم بتونن تو بحث مشارکت کنن ممنون میشم. مرسی. نه بگین اگه 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت دارم من تنظیم میکنم، چون نمیدونستم چقدر وقت دارم. خیلی خوب، من کوتاه میکنم. ببینید توی ایران خیلی کوتاه اگر بگم، این به نظر من دو تا انگار که انسان ها تو دو تا دنیای موازی زندگی میکنن. یکی اون واقعیت های اجتماعی که اتفاقا خیلی هم آگاه هستن به اون مناسبات و معترض هستن، مخالف هستن، میخوان تغییر بدن، ولی این رو توی زندگی شخصیشون در واقع میشه گفت همون انسان های نئولیبرال هستن خیلی هم. یعنی اینجا یه مقدار پیچیده تر هستش. سوال مشخصم در رابطه با این مسئله نخبه‌گرایی که خودش هم یکی از این بحث‌های نئولیبرال ها هستش، این رو در رابطه با، یعنی به عنوان یک عامل بازدارنده این نوع فرهنگ رو در رابطه با جنبش‌های مختلف با هم دیگه و فعالان یک جنبش با بدنه اون جنبش چطور میبینید، یا اصلا به نظر شما اهمیت داره یا نه؟ ممنونم. بسیار ممنونم از نکته و نقدی که مطرح کردین، سوالی که مطرح کردین. یه مقداری پاسخ دادن به همشون با توجه به کم بوده وقتمون سخت میشه. من سعی میکنم با سرعت هر کدوم نکته‌ای که بزنم میرسه رو بگم. اول در مورد مکتب فرانکفورت و اینی که خب اونها، یعنی مسائلی که مطرح کردن بعد مناسبات قدرت رو کنار گذاشت و اینها، من خیلی یعنی تسلطی ندارم که راجع به اون صحبت بکنم. فقط اینو میتونم بگم که در اون دوره مکتب فرانکفورت که سعی کرد، تا اونجایی که من میفهمم سعی کرد مسائل روانشناختی رو هم وارد بحث هاشون بکنن، همچنان در دوره بودن که دسترسی نداشتن به نظریاتی که از روانشناسی شوروی، از ویگوتسکی و همکارانش در واقع منشعب شده بود. اون روانشناسی رو بهش دسترسی نداشتن و لاجرم مجبور شدن که از سنت روانکاوی در واقع کمک بگیرن، که خب میدونیم البته خود سنت روانکاوی نقص‌های تئوریک خاص خودش رو داره و نمیتونه بنیانهای در واقع مادی جامعه رو به درستی و به دقت بفهمه. این اختلاط نظری که اینجا اتفاق افتاده من فکر می‌کنم بسیار اهمیت داشته توی انحراف، و البته خب خود این اختلاط نظری در فضای در واقع جنگ جهانی و اتفاقات اون دوره و تاریکی‌های اون دوره اتفاق افتاده. اما خب من فکر می‌کنم این موضوع به حد کمتری میتونه راجبه روانشناسی فرهنگ تاریخی
که از اساس در واقع بر پایه در واقع ماتریالیسم تاریخی ساخته شده کمتر میتونه روش صدق بکنه. ضمن اینی که خب مشخصا این نظریه نه برای جامعه آرمانی بعد که بعداً قرار بیاد مثلا، بلکه برای امروز هست، یعنی برای مبارزات همین امروز ما در مسیر شوراسازی هامون این نظریه مطرحه. و همونطور که گفتم درسته که ما از این حرف میزنیم که سوژه این روانشناسی شورا هستن، اما خب اگر در جای قرار داشته باشیم که هنوز مثلا در یک کلینیک هنوز شورای شکل نگرفته باشه، سوژه ما در واقع این برایند ساخت شورا محسوب میشه و همه مسیر که برای ساختن شورا طی میشه. امیدوارم از این جهت این نکته که گفتم بتونه روشن کننده باشه. و من با شما همدلم که ممکنه ساختار در واقع بحث ساختارهای اصلی یا در واقع مناسبات قدرت توی این بحث امروز من خیلی باز نشده باشه، چون این برمیگرده بیشتر به بحث پژوهش کارگری، بخش بحث پژوهش کارگری این داستان، یعنی بررسی ترکیب بندی طبقاتی، و اونجاست که سعی میشه در واقع ساختارهای اجتماعی از دل پژوهش خود کارگرها باز بشه و روشن بشه. و یه نکته هم دوست دارم راجع به اینه که گفتین زندگی ها در ایران دوگانه شده، یعنی انگار یک جو فعالیت سیاسی هست و درون فضای شخصی انگار چیزی نیست. بله ظاهرا اینطور به نظر میرسه، اما فکر میکنم با یک نگاه دقیق تر شاید بتونیم با یک در واقع با کمک گرفتن از مفهومی مثل مفهوم ناجنبش که آصف بیات ازش صحبت میکنه و یک برای جرح و تعدیل این مفهوم البته، متوجه بشیم چطور افراد دارن به صورت ناخودآگاه بگیم، شاید به صورت جمعی اما ناخودآگاه، در واقع یک سری مطالبات سیاسی رو جلو میبرن. این موضوع در مسئله حجاب فکر میکنم خودشو خیلی دیگه روشن و واضح داره به ما نشون میده. و باز اینجا یکی از در واقع کارهای روانشناسی انتقادی اینه که پلی بسازه بین اون فعالیت‌های خودانگیخته‌ای که در زیر پوست جامعه داره حرکت میکنه و در واقع تبدیل کردن اون فعالیت‌های خودانگیخته به فعالیت‌های سازمان یافته و خودآگاه، و یا به عبارتی تبدیل ناجنبش‌ها به جنبش‌های اجتماعی. این هم به نظرم نکته ایه که میشه بهش اشاره کرد. ممنون، مرسی. آقای فریدونی. آره سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خسته نباشی سهراب جان، دست درد نکنه. اما خب ما اگه بد نبود ما میدونستیم یه چند دقیقه وقت داریم که یه جوری تنظیم بکنیم این کار نیمه کار نمونه. به هر حال من سعی میکنم با اجازه چند تا نکته رو طرح بکنم، البته سوالم دارم. حالا رفیقمون سهراب به درستی مطرح کرد که چپ به خود سال چپ ایرانی در واقع این اصلا به مسئله روانشناسی هیچ رجوعی نمیکنه و منتها نگفت دلیلش این چیه. ما دلیلش رو راست بخواید میتونیم توی کتاب ماتریالیسم و امپریوکراتیسم لنین اونجا بیابیم، به این عبارت که شخصی به نام بوگدانوف که البته لنین بهش میگه بوگدانوف اون کو، منظورش هواداراشه، اینا میخواستن از یک مفهومی استفاده کنن به عنوان، حالا بهش میگن المنت، فکر کنم حالا فارسیش بشه عنصر، که در واقع میخواستن این تشابه ها یا این تفاوت های تاریخی و فرهنگی هم در واقع توی اون تئوری ماتریالیسم خودشون ادغام بکنن. و لنین در واقع به اینا انگ ایدئالیست میزد و در واقع سعی میکرد با یک دیدگاه بسیار خشک ماتریالیستی که البته اینا رو هم از انگلس متأخر وام گرفته بود، از آنتی دیورینگ، در واقع به اینا اثبات بکنه که شما لیبرال هستید، شماها ایدئالیست هستید، و در واقع میخواست اینا رو از حزب
خودش در واقع حس بکنه و تمام چپ ایران هم در واقع تمام شیوه تفکرش رو از همین ایدئولوژی که لنین بنیانش رو گذاشته که بعداً تبدیل شد به ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم وام گرفته و دلیلش در واقع اونجاست. نکته دومی که می‌خواستم تر بکنم اینی که سهراب عزیز میگه چشم‌اندازی برای چپ وجود نداره. منم راستش بخوام با شما هم نظر هستم. منتها اینجوری که من شما رو فهمیدم شما میخواید این فقدان چشم‌انداز رو از طریق روانشناسی حل و فصل بکنی که به نظر من این غیر ممکنه. چشم‌انداز حالا وجودی که مارکس اینو توضیح میده از نقد اوضاع موجود به وجود میاد و در واقع اوضاع مطلوب و به عنوان یک فرم حالا بگم مثبت، منظورم من خردمنده، به وجود میاره، اون چیزی که حالا بهش میگه فراروی مثبت از نظام سرمایه‌داری. منتها این نقدی که مارکس طرح میکنه یه نقد دلیره، یک نقد بسیار رادیکاله که مارکس ازش به عنوان جلاد سخن میگه. یعنی در واقع این باید گردن تمام این دوران گذشته و این شکست رو که در واقع ما در واقع تجربه کردیم باید گردن این دوران رو بزنه و تا اونجایی که من دنبال کردم متاسفانه چپ ایرانی و فعالای سیاسی یک همچین توانی رو در واقع برای تحمل یک همچین نقدی رو ندارن. نکته بعدی که میخوام صحبت بکنم یا سوالم در واقع اینه که چرا سهراب عزیز از مفهوم انسان نئولیبرال استفاده میکنه؟ چرا از مفهوم انسان لیبرال استفاده نمیکنه؟ ما این درگیری رو که برای نمونه تو همون کتاب حالا تنهاکست و مالکیتش که مارکس اشکینر اینو نوشت و اونجا انتقادهای شدید یا هم به مارکس و هم به فویرباخ داشت که اینا در واقع انسان مورد نظر اونها که بهش میگه گاتونز ریزن، یعنی فویرباخ میگفت، اینو در واقع اومد با این قطع رابطه کرد و اومد گفت که این انسان واقعی که هست در واقع همون انسانی هست که بهش به خودپسند، انسان اگویست. میگه انسان شما یا مون گاتونز ویزن که البته فویرباخ اینا رو از طریق خرد، حالا فرنو خرد، اراده و قلب توضیح داده بود، میگفت یه انسان اسمی نرماتیوه که خارج از واقعیته و انسان واقعی همون انسان اگویسته. من راستشو بخواید حالا این انسانی رو که رفیقمون سهراب اینجا مطرح کرد به عنوان انسان نئولیبرال، من هیچ تفاوتی با اون انسانی که ماکس اشتینر زیر اسم انسان اگویست یا انسان خودپسند میذاره ندیدم. و سوالم هم در واقع سر اینه که شما چرا از انسان نئولیبرال استفاده میکنی؟ و سوال بعدیم سر اینه که رابطه این انسان نئولیبرال با اون انسانی که حالا ما توی ایران باش مواجه هستیم در واقع چیه؟ چون بسیار از دوستان ما تو این سخنرانی‌های قبل اینا در واقع یک به یک این مضمون نئولیبرالیسم رو در واقع به نظام ایران هم نسبت میدادن، در حالی که ما میدونیم که حالا جمهوری اسلامی حداقل تو شکل ایدئولوژیکش از امت اسلامی عزیمت میکنه و این امت اسلامی یک ساختار داره، یک پشتوانه فلسفی داره، یک پشتوانه تاریخی داره و همون مسئله تاریخ فرهنگی که در واقع سهراب هم به درستی روش انگشت گذاشت و این نقده هم که باید به وجود بیاد از همین تاریخ و از همین فرهنگ به وجود بیاد. فکر کنم حالا تو همین اندازه کافی باشه. من حالا با اجازه بعدا دو مرتبه دوست دارم تو بحث شرکت کنم. مرسی، متشکرم. بسیار ممنونم از شما، نکته های زیادی رو مطرح کردین. من فقط یه چند تا اشاره بکنم. اینی که حق با شماست که روانشناسی به تنهایی نمیتونه بحران در واقع چشم انداز تاریخی رو حل و فصل بکنه. من هم همچین ادعایی نکردم. ادعای من فقط اینه که این در واقع ابزارهای تحلیلی و در واقع امکانات مادی که روانشناسی انتقادی میتونه فراهم بکنه میتونه مشارکت بکنه در حل و فصل این موضوع با حالا به همون ترتیبی که گفتم از چه جهتهایی به چه ترتیبی میتونه مشارکت بکنه. در مورد اینه که چرا انسان نئولیبرال و نه انسان لیبرال، من واقعا چیزی ندارم، اصراری روی خود ترم ندارم که چه نامگذاری بشه، بلکه اصرار روی این دارم که این ویژگی ها که همونطور که گفتم قبلا هم وجود داشته و مختص به دوران نئولیبرال نیست، الان آنچنان گسترش پیدا کرده که به در واقع اکثریت لایه‌های طبقه کارگر و زحمتکش هم
نفوذ پیدا کرده و این اون چیزیه که لااقل ما طبق حالا پژوهش ها و بحث ها و نظرهایی که این ور اون ور خوندم قبل از دهه های 60 و 70 اینطور نبوده. از این جهت شاید ترم نئولیبرال بتونه به خاص بودگی های تاریخی الان اشاره بکنه. اما در مورد رابطه انسان نئولیبرال با چیزی که در واقع در ایران ما باهاش مواجه هستیم، من به تجربه در واقع شخصی خودم توی چه کار بالینی که انجام دادم، چه در واقع مراودات شخصی و بحث‌های گروهی و تعاملات، هر چیزی حالا هر چیزی که بوده، وقتی رجوع میکنم اینها رو، یعنی این ویژگی هایی که گفتم رو میبینم در انسان ها. حتی خیلی از این ویژگی ها متاسفانه به درون ما هم رسوخ کرده و خیلی وقتا وقتی محاسبه میکنیم، من خودم وقتی محاسباتی میخوام بکنم، این محاسبات ممکنه برای این مبناها باشه. میخوام بگم که این یک چیزیه که متاسفانه داره جهان شمول میشه، اما ممکنه بگیم در سطوح، در واقع در لایه های مختلف طبقاتی ممکنه شدتش و درجهش کم و زیاد بشه. من با در واقع با هواداران جمهوری اسلامی یا کسانی که در واقع حامیش هستن و همکاری میکنن باشون، اینا ارتباطی نداشتم. درسته نمیتونم بگم که اونها هم انسانهای نئولیبرال شدن یا نشدن، آیا اونها جز خودشون، یعنی با ویژگی های یک انسان مثلا شیعی مثلا مجاهد میشه فهمیدشون که جزی از امت اسلامی هن یا نه اونها هم نئولیبرال شدن. این موضوع رو من ترجیح میدم راجبش به خاطر در واقع عدم دانشم سکوت کنم. ممنون، مرسی. رفیقمون حسن آزاد، رفیق جان اگر کوهست کنین دکتر حسنو. بله بله، الان شما میتونین میکروفونتون رو باز کنین، در صورت تمایل دوربینتون رو باز کنین، بفهم. خیلی ممنون سهراب جان از صحبتی که کردی. سلام بر همه دوستان عزیز. من بحث تو رو سهراب جان، من اینجوری فهمیدم، شاید بد فهمیدم، من اینجوری فهمیدم که مشکل آگاهی رو به نوعی طرح میکنی و کمک روانشناسی به شکل‌گیری این آگاهی، اگه درست فهمیده باشم. من سعی میکنم خیلی خلاصه اینو چیز کنم. این دو تا دید، تا اونجا که من میدونم دو تا دید وجود داره. یکی خیلی بر خودانگیختگی، خودجوشی آگاهی تکیه میکنه. مثلا مثل این که مردم خودشون خود به خود یا کارگرها خودشون خود به خود از شرط کارخونه و وضعی که دارن به آگاهی کارگری یا آگاهی سوسیالیستی حتی میرسن. یه دیده دیگه هستش که نه، آگاهی رو پیچیده تر از این میدونه. فکر میکنه آگاهی یک مسئله کلیه. مثلا اگه کارگر خورده بورژوا رو نشناسه، اگه بورژوا رو نشناسه، اگه دهقان رو نشناسه، چطوری خودش رو بشناسه؟ میدونی جامعه یک کل دیگه، اجزای مختلف داره. دولت رو نشناسه، چطوری خودش رو بشناسه؟ جنبه های مختلف حیات اجتماعی رو در نظر بگیریم که از حیطه کارخونه فراتر میره. اگه اونا رو نشناسه چجوری خودش رو بشناسه؟ آگاهی یه چیز کلیه. اگه اینو قبول داشته باشیم، خب این آگاهی مثلا کلی با تلاش خیلی وسیع‌تر میتونه ایجاد بشه. منظورم چجوریه؟ ببینیم، من به جنبش، همین جنبش های از زمان مثلا مارکس به بعد نگاه میکنم، یه سری گزارش ها راجبشون هست بچه ها. مثلا آگاهی طبقه کارگر انگلیس فرض کار کرده، یه کسی خیلی دقیق و با جزئیات اون نشون میده که آقا یک شبکه وجود داشته، فقط شورا هم نبوده، هی رو شورایی تکه نکنید، اتحادیه، حزب وجود داشته، یه چیزایی ورزش با هم میرفتن میکردن، کلاس وجود داشته، تعاونی وجود داشته، یعنی یه شبکه از چیزهای مختلف و همکاری بین روشنفکرهای انقلابی و طبقه کارگر.
و به جنبه‌های مختلف، یعنی هنرمند بوده که فرض کنیم سینما برای کارگران می‌ساخت، تئاتر می‌ساختن، ادبیات رو مطرح می‌کردن، توی کلاسایی که اونا داشتن راجع به داروین حرف می‌زدن، راجع به فروید حرف می‌زدن، راجع به موضوع بحث داخل مثلا فرض کنیم کلاس‌های آموزشی کارگرا رو اونا نوشتن، فرض کنیم بحثایی که می‌شده اونا نوشتن. یعنی نگاه می‌کنیم اینا یه مجموعه، یه شبکه از سازمان و نهادهای مختلف وجود داشته، اینا با هم همکاری می‌کردن، کارگرا توی یه بستر این شکلی، هم بستر مبارزاتی، هم تو شرایط مثلا تفریح خودشون، بازی خودشون، آموزش خودشون، تماما این، یعنی در مقابل فرض کنین فرهنگ مسلط، فرهنگ هژمون، سعی می‌کردن یه خرد فرهنگ کارگری سوسیالیستی به وجود بیارن. و این به وجود آمدنش بدون اینکه چنین شبکه‌ای وجود داشته باشه امکان پذیر نیست. تو این زاویه خب به نظر من روانشناسی هم میتونه یه جزء باشه در کنار هنر، در کنار فلسفه، در کنار جامعه شناسی، در کنار اقتصاد، آموزش‌های مختلف. حتی میگم داروین اونا میخوندن که چجوری بحث میکردن راجع به داروین، اون بحثاشون و نمیدونم جلساتشون و اینا همه رو با جزئیات نوشتن که اینجوری بوده. متاسفانه اون چیزایی که من خوندم، سه تا راجع به طبقه کارگر انگلیس، طبقه کارگر فرانسه، طبقه کارگر آلمان، هر سه گفته بودن که این آگاهی طبقه کارگر تا بین دو جنگ در حال صعود بوده، بالا میرفت، از بین دو جنگ یک سیر نزولی رو شروع کرده. متاسفانه چراشو متاسفانه جواب نمیدادن. ما میتونیم الان تحقیق کنیم بریم ببینیم خب چرا اینطوری شده، اونا چراشو زیاد جواب ندادن. منم امروز جواب چیزی بهش ندارم، ولی به اون کار، به اون شکل از کار، یعنی ایجاد یک شبکه از سازمان‌ها و نهادهای مختلف، چه در مبارزه چه در زندگی عادی، کارگرا رو در بر بگیره و یه آگاهی کلی به اونا بده برای مبارزه، به نظر من لازمه. و روانشناسی هم جزئی، اگر روانشناسی هم به عنوان جزئی از این مجموعه ببینیم، خب میدونید، خودتون میدونید که مثلا برشت و اینا رادیو کارگری میخواستن درست کنن، خودش تئاتر مثلا مینوشت، سر میکرد چیزا، در حال یعنی هم جنبه های مختلف میبینین، جنبه های مختلف سر میکنه این آگاهی رو ایجاد کنه و یه خرد فرهنگ مقابل اون فرهنگ مسلط درست کنه. اگه اینجوری بگیم، وقت اون عقل سلیم توماس پین هم یه کمی دچار اختلال میشه. یعنی عقل سلیم اون همون مسلطه رو تو خودش نداره. ما نباید یه چیز برابر هژمونی، ضد هژمونی ایجاد بکنیم، یعنی یه عقل سلیم دیگه در مقابل عقل سلیم حاکم درست بکنیم. این هم یه نکته‌ای بود که میخواستم بگم. یه نکته دیگه هم خواستم بگم، فراموش کردم، اگه بعدا یادم اومد دست بلند میکنم. خیلی به هر حال خیلی سهراب جان از تو ممنون هستم، خیلی بحث خوبی بود، خسته نباشی. من این چیزایی، من ممکنه نظرتو خوب متوجه نشده باشم، یعنی هدفت چی بوده اینا بوده، شاید واقعا خودت هم منظورت همین مجموعه بوده، ولی به هر حال من اون چیزی که خودم فهمیده بودم سعی کردم مطرح کنم، شاید کمکی به بحثا بکنه. خیلی ممنون از لطف شما. بسیار ممنونم از شما دکتر آزاد عزیز. بله، من کاملا با شما موافقم از این جهت، یعنی تمام تلاش من این بود که نشون بدم چطور صنعت روانشناسی به عنوان یکی از این سنگرهای فرهنگی اگر به نحوی بتونه فتح بشه، میتونه کمک بکنه به شکلی همین به قول شما این خرد فرهنگی که بتونه در مقابل فرهنگ مسلط وایسه. و همین حرف من اینه که چطور روانشناسی انتقادی که میتونه مشارکت بکنه تا الان در واقع مخفول باقی مونده نگاه بهش و کار باهاش. در کنار این چیز دیگه هم که به نظرم باز مهم میرسه که دوست دارم اضافه بکنم اینه که خود روانشناسی یک قابلیت هایی رو میتونه در تقویت سازماندهی بیاره که شاید بدون ابزارهای در واقع روانشناسی نشه ازشون در واقع استفاده کرد. به عنوان مثال اگر مثلا در یک گروهی
به خاطر همه در واقع سختی ها و مشکلات سازماندهی یه نفر دچار برن آوت بشه یا دچار در واقع یک جور خالی شدن انرژی بشه. اینجا روانشناس هم میتونه در واقع احیای مبارزها و فعالا کمک بکنه، یا اگر مثلا یک سری از همین ویژگی های روانشناختی درون یک فرد داره توی مثلا فرض میکنیم میخواد توی NHS، توی بیمارستان، توی در واقع شبکه سلامت اینجا، توی یه نقطهش میخواد سازماندهی بکنه، میخواد تراکتاشو پخش بکنه و غیره و غیره، اگر اونجا این رهبر ارگانیکی یک مثلا شرمی رو داره تجربه میکنه که جلوی اینو میگیره که مثلا بحث بکنه و کارو پیش ببره و آدما رو بیاره به سمت خودش، این در واقع ظرایف کار رو شاید یک روانشناس در کنار بقیه در واقع اون شبکه‌ای که دکتر آزاد ازش صحبت کرد بتونه روانشناس هم از اینجا کمک بکنه و مشارکت خودش رو داشته باشه. ممنون، مرسی. رفیقمون جناب خسرو توی کلاب هاوس وقت گرفته بودن. با عرض سلام خدمت دوستان و رفقا و کلیه حضار، من فقط چند تا سوال دارم که ممکنه ربطی هم به این اتاق نداشته باشه. سوال من اینه که ما چطور نتونستیم تا الان جوانهای خودمون رو جذب بکنیم؟ کلیه این تلویزیون های طرف خودمون، کلیه تلویزیون ها و اتاقهای چپ که دنبال کردم، میانگین سنی 60 ساله. تو همین اتاق الان میانگین سنی بگیریم 60 ساله. علت این که نتونستیم ما جوانا رو جذب بکنیم چیه؟ یه مسئله دیگه این که جناح راست داره الان رهبرسازی میکنه و از همین الان هم تهدیداتشون رو بر علیه جناح چپ کشورمون شروع کردن. من نمیبینم یکی از رفقای چپمون، حالا از هر فرقه و نهله و سازمانی که میخواد باشه، شرکت بکنه و این به سبب سخنگوهای جناح راست رو به چالش بکشه. سوالم فقط همین بود. به طور مثال مثلا دیشب آقای ویسی صحبت داشتن، صحبتشون هم در مورد آقای پهلوی نبود، اما با دو سه تا سوال چالشی کشوندمش به پهلوی که البته منو دیگه تقریبا فرصت ندادن صحبت بکنم و سوال بکنم. من این کمبود حس میکنم. من فکر میکنم رفقامون از هر نهله فکری چپ که میخواه باشه باید این مجامع راست شرکت بکنه و به چالششون بکشه. حداقل اینه که افرادی که تو اون اتاقا شرکت میکنن از این طرف هم اطلاعاتی رو میگیرن. تشکر از وقتی که دادی. اگر لطف کنین منو بفرستین پایین شنونده میشم، چون به تکنولوژی جدیدم آشنا نیستم زیاد. بله، عرضم به حضور شما که رفقای مختلفی تو الان تذکر دادن که حالا استثناءً شاید این اتاق و اینها، این میانگین سنی 60 سال که ذره در موردش اغراق‌آمیز، چون هم سخنران هم سخنرانهای قبلی هم شرکت کنندگان برحال. ولی گذشته از این، همونطور که رفیقمون خسرو خودشون فرمودن اول صحبتشون، بحثشون خب به بحث ما مربوط نبود، بنابراین من وقت در واقع نفر بعدی رو میدم. اگر اجازه بدید من یک سوالی در کلاب در همین زوم به شکل مکتوب پرسیده شده اون رو بخونم. پرسیده شده که در مورد روانشناسی کنکرت جورج پولیتسر توضیح بفرمایید. آره،
در واقع خواستن که اگر به من اجازه بدین اینو موقع دیگه بازش بکنیم. الان واقعا تسلط اینه که به درستی از یه در مناسبی وارد این بحث بشم الان تسلطشو ندارم. بسیار خوب، پس من وقتو میدم به علی دماوندی که دستش بالاست. منم سپاس فراوان دارم از سهراب جان، ممنون برای بحث بسیار بسیار خوب و تازه‌ای که بکری که کردی، واقعا بحث بسیار بسیار مهمیه. متاسفانه ما کمتر به این در واقع پرداختیم، ولی یک بحث بسیار بسیار جانداریه برای ماهایی که در دوره‌های مختلفی در واقع به سر بردیم. از یک روانشناسی اجتماعی که وقتی آدم حرف میزنه، دوره انقلاب، دوره 60، دوره بعد از 60 و 70 و دوره کنونی رو آدم در نظر میگیره، میفهمه رفتارهای عمومی و اجتماعی چقدر با هم متفاوت بودن. خود این تحلیل این رفتارها به نظرم بسیار کمک میکنه در اون عنصر اجتماعی که شما دقیقاً بهش گفتین، یعنی چپ چگونه میخواد این عنصر اجتماعی رو سامان بده که بتونه یک کنش اجتماعی جمعی رو در واقع سامان بده. اگه دوره انقلاب ماها یادمونه، خیلی از به قول رفیقمون خسرو، ماهایی که بالای 60 میدونیم که چگونه مردم میده با یه مرگ بر شاه و یه زنده باد چیز دست هم میگرفتن بعد از هر تصادفی و چطور به هم کمک میکردن. توی تظاهرات 13 آبان من یادمه چطور ما جسدها، یعنی بچه های زخمی رو از زیر توی اون در واقع خشونت های گارد دانشگاه بلند کردیم میبردیم توی دانشگاه، لباس همون همه خونی بود و میتونستیم، یعنی جان راحت میشد داد، فدایی، عنصر فدایی و در واقع فداکاری بسیار بسیار بالا بود. یا دوره 60، اون دوره اولیه‌ای که بسیاری از این جوانا قهرمانانه وایستادن، دفاع کردن، سر به دار شدن و تظاهراتی که ما می‌دیدیم که خانه ها باز می‌شد که می‌تونستی بری توش، ولی بعد شما می‌بینید بعد از دوره سرکوب درها همه بسته شد، بسیاری می‌خواستن فرار کنن، به گونه‌ای منتظر یک معجزه بودن. دوره‌ای که طولانی تر شد دوره پایان معجزه ها بود، دیگه مردم به معجزه‌ای اعتقاد نداشتن، راه خروج، مهاجرت، فرار از این موقعیت وحشتناکی که در واقع حکومت اسلامی و سیاست تخریب جمعیش سازمان داده و این ویرانگری تا حد زیادی یک اندیویدوالیسم و یک فردگرایی که من خودم رو نجات بدم از این قضیه حاکم شد. میبینی بعد از 88 میبینی باز درها باز شد، در خونه ها باز شد، مردم کمک میکنن به هم، میره توی حرکت جمعی دیگری. یک دفعه میبینی مثلا 7 پس در حالی که سکوته، میبینی اون حرکت های اعتراضی، اون جریانی که توی 7 خودش شکل میده، مردم شوش رو جلب میکنه، میاره توی خیابون، اهواز رو میاره. بعد میبینی یواش یواش حرکت های جمعی، همبستگی های اجتماعی به وجود میاد. این یک روانشناسی تازه ایجاد میکنه که راه رهایی در اینه که ما دستم و دست همسایم، رفیقم بدم، رفیقای بیشتری پیدا کنم، یه دست دیگه صدا نداره، راه دیگری نیست، همه آسمان همین رنگ است، باید اینجا رو نجات داد. یعنی به نظرم، یعنی نگاه کردن به این قضیه که نقد اجتماعی از روانشناسی فردی و اجتماعی به نظرم بسیار بسیار مهمه و جاش بسیار خالی در واقع ادبیات چپ که متاسفانه تا حد زیادی به یک ژورنالیسم سیاسی در واقع عکس العمل نسبت به حوادث در واقع تغییر پیدا کرده، تا حد زیادی لازمه که بتونه حواشی مختلف رو بگیره، نوع روانشناسی، علم، ادبیات، هنر، موسیقی، همه چیز رو بگیره که بتونه اون به اصطلاح روانشناسی عمومی جمعی، آن چیز عمومی جمعی رو که یک چپ، یک جریان سوسیالیست احتیاج داره، خود بتونه
معنا بده، اونجوری باشه که شما هر حرکتی بکنید خودتون رو یه دفعه چپ میدونید. من یادم مثلا دوره دهه مثلا 70 و 80 میلادی بسیاری هر کسی حرکتی میکرد چپ میشد، یعنی در واقع خودش رو در آینه چپ میدید. و اینجا هم باید باز این بعد از اون شکست اردوگاه، بعد از این در واقع سیاست در واقع نئولیبرالی که کل فضای اجتماعی جهان ما رو گرفت، این میبینیم که به قول شما در مثلا در بریتانیا چی بود، خانم تاچر گفت راه رهایی شما اینه که علی جا ببخشید اگر بشه سرتر، چون چند نفر دیگه هم تو لیست هستن، خونه ها رو خونه رو بخرید، خونه خودتون رو بخرید، میتونید سرمایه دار بشید، راه نجات شما اینجاست. و بعد ببینیم که پایان این در واقع اوتوپیا هم سامان پیدا میکنه. به نظرم نقدتون بسیار بسیار زیبا بود، مرسی. اگر با امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم و بتونیم از شما و این ایده های خوبتون استفاده کنیم. ببخشید اگر طولانی شد، شاد و سلامت باشید، مرسی. ممنونم از شما، مرسی. خب نفر بعدی توی لیست آقای کلاهی. با تشکر، خیلی ممنون از بحثتون سهراب عزیز و علی و سایر صاحب نظران و صحبتایی که تا اینجا شد. من راستش بخواهید در ادامه نقد درست طبقاتی صحبتای فرشید اینو میخوام بدم، هرچند با مزمندیهای خاصی که با هم دیگه داریم، ولی اینو میگم که اساسا به طور کلی تو این همه صغرا و کبرا چیدن بعد از بر حال 200 سال از عرصه مبارزه طبقاتی و حتی قدمت بیشتری مبارزه طبقاتی از 200 سال داره، از بد و تضاد طبقاتی از تاریخ قیام اسپارتاکوسا تا هر تضاد طبقاتی بود، همون چوری که مارکس اشاره بهش کرده. و اساسا ما جدیترین سند و آلترناتیوی که معتبر هست و میتونه جوابگوی شرایط کنونی باشه تاریخ مبارزه طبقاتی مارکسه، که به وضوح و روشنی هیچ جایی و شبهی برای هیچ چیزی نذاشته. ما چطوری به خودمون اجازه میدیم همون حرفا و واژه های نئولیبرالیسم به نام جنبش ها، جنبش های زنا، جنبش های کارگرا، جنبش فلان نمیذاریم. تاریخ مبارزه طبقاتیه. در مبارزه طبقاتی باید ما آنها را به رسمیت بشناسیم. و اساسا روانشناسی انتقادی معنایی نداره. بالاخره مارکس اشاره به این میکنه که تاریخ مبارزه طبقاتیه و طبقه کارگر باید از مبارزه انتقادی و طبقاتی خودش باید در تاریخ مبارزه طبقاتی خودش عبور بکنه، به آگاهی و سازماندهی طبقاتی برسه. و اساسا ما میبینیم که در مانیفست که به آن اشاره میکنه و شبه کمونیسم رو در اروپا مطرح میکنه، که از اشتباهات تاریخیش این بود که شرایط اوضاع و احوال تو اروپا میدید، در صورتی که همون موقع تو اون شرایط و اوضاع و احوال شبه کمونیسم در جهان مطرح بود، که بالقوه الان معنا داره، درست پراکنده است، درست تشتت داره، درست به قول مردم یه آنارکو سندیکالیسم، درست جایانت اکونومیسی و فلان اینا مثل خور جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی کارگری و چیز میکنم. ببخشید من از کلمه جنبش بازم استفاده کردم، اینقدر تکرار کردن این کلمه رو واقعا آدم نمیتونه چیز بکنه. من نمیدونم الان شما از همین واژه ها داریم صحبت میکنیم و همین تخم لقی که به هر حال لنینیسم و مارکسیسم اسلامی چیز کردن، نتیجهش به هر حال اینی شد که دیدیم که الان دارن زده امپریالیتی چینی و آمریکایی و ناتویی و زنده باد ناتو و زنده باد نمیدونم امپریالیسم آمریکایی اینا رو مطرح میکنن. به هر حال ما باید از این بحث بیایم بیرون، به اندازه کافی ماتریال داریم. من نمیدونم ما چرا چه دلیلی داره تو این شرایط و اوضاع و احوال به احیای مارکس مشاره نمیکنیم که دوزیر این همین آواره. با توجه به اندازه کافی ماتریال وجوده، الان تو همین مشخصه نمونه ایران طبقه کارگر از این رنج میبره که بلها ساختار این وضعیت ایران تو این 43 سال طبقه کارگر که یک انقلاب بزرگی کرد، شوخی نبود، بلها ساختارش هم این بود، شوراها بود تا پراکنده بود. و دلیل این به حال اینجوری عقب ماند و نتونست به پیروزی برسه که افق نداشت، بخاطر اینکه افق ماتریالیسم تاریخی مارکس تو جنبش کارگری تو مبارزه طبقاتی طبقه کارگر نبود که به این روز افتاد. الانش هم تو همون داره در میغلده. و الانش هم الان تمام چپای ما که شکست خورده، چنها چپ ایران، چپ جهان هم به طور کلی شکست خورده، چرا نمیخوایم به این اطمینان حجت بکنیم؟
چرا هنوز توان پراکنی سر این مطلب خشخش بزنیم، روانشناسی رو بیاریم زیر ذره‌بین و پروژه بذاریم که کدام چپ رادیکال کدام چپ رادیکال نیست، و هنوز اعتصاب به قول معروف میگه انگلیس رو که چارتیسته اون موقع بمبست و شکست خودشون نشون داده نسبت به این مسئله مارکس از این نقد کرد، و هنوز ما داریم اونو داریم توجیه میکنیم و اساسا هنوزم دنبال روی همین اکونومیزم و همین مسئله مبارزه اقتصادی و رفرمیسی و انارشیستی هستیم. من بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. به نظر من متدولوژی مارکسیسم تاریخی مارکس و جهانبینیش افق رهایی طبقه کارگره که ضرورت برحال انقلاب سوسیالیستی رو تعریف میکنه و تو اونم شورای هستش تا تو شرایط های مشخص بالاخره پراکنده عمل کردن و الانش هم وجود داره بالقوه است، منتها بالفعل نیست، و این آلترناتیو باید به نظر من جهانی تعریف کرده همونطوری که مارکس میخواد. منتها این زیر آوار بودن مارکس باید چقدر به چه بهایی هزینه داد و برحال طبقه کارگر بتونه هزینه پرداخت بکنه، من نمیدونم برای چپای ما چرا اینجوری هستش که هنوز مثلا من متاسفانه این اخلاقی نیست. هنوز دوست من رفیق جان اگر میشه لطفاً کوتاه‌تر. ممنون مرسی. هنوز با ماست که شریکای فدایی دوران به قول معروف مخفی و اینا داره به ما صحبت میکنه. زیر واژه‌هایی به کار میبرن نئولیبرالیسم و روانشناسی بحران اساس تیتر این بحث کاملا انحرافیه. اصلا با شرایط واقعیت کنونی مبارزه طبقاتی اصلا خانه‌ای نداره. خیلی ممنون، تشکر از همگی شما. ممنون از شما. من فقط در بگو ثانیه یه نکته رو فقط بگم که من هم مثل دوستان های کلاهی معتقدم که مبارزه طبقاتیه، فقط اینه که مبارزه طبقاتی خودش رو به صورت بیمیانجی و بیواسطه نشون نمیده، بلکه در سطح جنبش های اجتماعی میشه این مبارزات رو دید، و به نظرم این مفهوم خیلی میتونه کارکرد داشته باشه. اما خب حالا من همینجا وایمیستم. من خواهش میکنم از دوستان و رفقایی که میان بحث مطرح میکنن در چارچوب بحث بمونن. به عنوان در واقع سخنرانی از پیش معلوم بوده و در مورد مسائلی که دوستان مطرح میکنن احتمالا میشه جلسات دیگه ای ترتیب داد، حالا یا اینجا یا در جاهای دیگه در این موارد بحث کرد. لطفا در چارچوب بمونین که بشه در واقع بحث مفیدی داشت. عبدی کلانتری عزیز، شما دستتون رو بالا گرفتین، شما اگر میشه. سلام خدمت شما و رفیقمون سهراب، سوال خیلی خوبی بود. من دو تا سوال دارم، یکی راجع به دراگز قرص مواد، و دومی هم راجع به یه جور آنتولوژی انسان سوسیالیستی، چون شما بارها توی صحبتتون گفتید که ما میخواییم انسان رو بازسازی کنیم، عبارت بازسازی رو خیلی زیاد به کار بردیم. یه جوری چراغ قرمز تو ذهن ما پیرمردا روشن میکنه، میگم چرا. حالا راجع شما یه مقاله نوشته بودید، من قبل از اینکه بیام تو این برنامه خوندم، انتقادی بود از دکتر نوریمان قهاری، اونشون روانشناس چپم قدیمی و تجربه توی کار با شکنجه شده ها دارن و تراماهای شکنجه ها. شما ازش انتقاد کرده بودید که چرا وارد پروسه بایوکمیکال شیمیایی مغز شده و صحبت از آزاد کردن سروتونین و دوپامین و اینا قرص های روانگردان. اخیراً توی نیویورک من هستم، نماینده سوسیالیست نیویورک خانم الکساندریا کورتز و دوستاشون از چپ دارن تلاش میکنن که بخشی از مواد مخدر غیر قانونی رو قانونی کنن، از جمله و در صدر MDMA هست که اصطلاحاً تو ایران جوونا به اسم اکستسی میشناسن یا مالی.
و سروتونین رو توی ذهن آزاد میکنه. این به دنبال این بود که توی نیویورک تایمز چند تا مقاله علمی چاپ شد از فواید مثبت این قرص ها. MDMA همون چیز هست، متیلین دیوکسید متامفتامین، عمدتاً متامفتامین. از دید نقد چپ به نئولیبرالیسم خب این میتونه یه صنعت تازه‌ای از قرص باشه، درست مثل پروزک یا چه میدونم جوانا احساس عدم فعالیت جنسی میکنن، تولید انبوه وایگرا مثلا، و خب از فردا شروع بشه مایکرو دوز این قرص رو تولید شدن. ولی با توجه به اینکه تاثیر طبیش توی تحقیقات معلوم شده و خود منم که اینجا هستم میتونم شهادت بدم که روی دیپریشن و افسردگی تاثیر خیلی خیلی مثبتی داره و واقعا من عمری ازم گذشته ولی بدون MDMA احتمالا خودکشی کرده. حالا نقدی که شما دارید میکنید برای من روشن نیست که از روابط اجتماعی تولید این قرص ها و دراگز هست یا اینکه از نفس دخالت توی پروسه های بایوکمیکال به عنوان یک سیاست بورژوایی یا نئولیبرالی. اون نقدی که شما به کلینیک میکنید، خب یه مؤسسه هست، مؤسسه خصوصی هست، برای سود هست و یه روابط اجتماعی تولید میشه. ولی اون نشستی که من فرد با فرد روانکاو دارم و اعتمادی که بهش دارم و اون اخلاقیات حرفه‌ای یا اتیکی که اون رعایت میکنه به من این امکانو میده که با اون چیزی رو در میون بذارم که من نمیتونم با رهبر ارگانیک فرض کنید منجنیق در میون بذارم. برای این محتوای کاره، نه روابط اجتماعی تولید. قرص هم به همین ترتیب. ما آیا از داریم از تولید انبوه قرص به عنوان یه پروسه انباشت سود صحبت، انباشت سرمایه و سود صحبت میکنیم و انتقاد میکنیم یه نفس دخالت در این؟ بعد سوال دوم من مربوط به این مربوط میشه اصولا به این اصطلاح بازسازی انسان شما که گفتید، چون قدیما که اصطلاح نئولیبرال باب نبود ما میگفتیم رفیق شما دارید می توی تشکیلات با خودت بقایای تفکر خورده بورژوایی رو آورده یا تفکر روشن فکرانه و بعد راه حلش انتقاد دست خوده. ما تو رو از اول میسازیم، ما از تو انسان تراز نوین میسازیم. شما الان در پاسخ یکی از رفقا گفتید که هدف ما این نیست، هدف ما مستحیل کردن فردانیت نیست. یعنی در واقع تفاوت بین فردیت و فردگرایی رو شما گفت که این خیلی اهمیت مهمی داره توی پروژه ما، درسته؟ ولی همه چی دارید میگید که ما میخوایم انسان رو بازسازی کنیم و برای من روشن نیست که شما میخواید توی روانشناسی اجتماعی از من انسان کلکتیو درونی بسازید، یعنی درون من عوض کنید که میشه همون انقلاب فرهنگی، یا اینکه نه پروژه سوسیالیستی پروژه تولید انسان تراز نوی نیست به هیچ وجه، فقط عوض کردن ساختارهایی است که مبتنی بر استثماره. ساختارها که عوض بشن ما عوض میشیم. در نتیجه در مورد مواد هم همینطور، مثل سیگار، مثل مشروب، ما به انسان خودمختار خودرأی اینقدر اعتماد داریم در جامعه و به فردیتش که خودش برای خودش تصمیم میگیره و لازم نیست ما اونو عوض کنیم و یه مازادی از فردانیت وجود داره که توی کلکتیو حل شدنی نیست و ممکنه مثلا فلان رفیق از منجنیق بیاد بیرون بره شب توی کلاب و بخواد یه رابطه غیر شخصی این پرسونال حتی با ماسک داشته باشه و این چی میشه؟ ما میخوایم بگیم که قصد ما این نیست، پروژه سوسیالیستی این نیست و دراگ هم آزاده. آیا این طوریه یا نه؟ ببخشید زمنم من اینو بگم، من از صحبتتون واقعا استفاده کردم. این توصیفی که شما کردید برای من خیلی آشنا بود از فرهنگ نئولیبرال. آدم ها دور و بر ما توی نیویورک و آمریکا هر روز میبینیم، توی فیلم ها میبینیم و پدیده‌هایی هم داریم مثل آقای پولاکوی و خانم ساییان و اینا دائما دارن این دیسکورس ها رو تولید میکنن و من باز پیش از این برنامه اون مصاحبه شما رو با آقای کارل راتنر استادتون خوندم به دقت و خیلی
خوب بود، مفید بود و آشنایی با لو ویگوتسکی که واقعا تئوریسین مهمی بوده با وجودی که دو جوانی مرده، ولی این صحبتی که در مقابل جان پیاژو میکنه و نقش زبون و کانتکست اجتماعی اینا. برای خیلی خیلی تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما، مرسی از نکته‌هایی که گفتید، خیلی کمک میکنه قضیه دقیق‌تر بره جلو. در مورد MDMA و یا حالا هر در واقع داروی در واقع روان پزشکی یا روانگردان دیگه‌ای که الان هست، مشخصا یعنی میدونیم که مسئلهمون با خود اون موضوع نیست. مسئله همونطور که شما هم بهش اشاره کردین به اینه که این مداخله داره در چه فرم سازمانی، در چه شکل اجتماعی داره اون مداخله رخ میده و داره چه چیزی رو در واقع ترویج میده. اگر اون انسانی رو داره میسازه که بهتر و بهتر داره خودش رو سازگار میکنه با این زندگی اجتماعی که الان داریم و به اصطلاح در واقع یه جوری رام و اهلیش میکنه، این اون چیزی که ما باش مسئله داریم. نه، وگرنه اگر همه این ابزارهای روانشناختی و ابزارهای روانپزشکی، داروها و هر چیز دیگه در مسیر در واقع استفاده بشه که به مبارزات کمک بکنه، این اون چیزیه که یعنی میتونه مثبت و خوب باشه. از این جهت با نفس مسئله، نفس اون حالا دارو یا چیز، مشکلی نیست قاعدتا. مسئله تو بیشتر از هر چیز با اون شکل اجتماعی که داره مدیریت میکنه و کنترل میکنه این ابزارها رو. و با شما هم کاملا موافقم، مسئله اگر شاید این مسئله بازسازی سوسیالیستی انسان تداعی بکنه اون در واقع انسان، ساخت انسان تراز نوین و اون بحث‌ها رو به اون شکل، اما بیشتر منظور من از بازسازی سوسیالیستی انسان، بازسازی در واقع یعنی در واقع کمک به انسان رنج دیده‌ایه که در این شرایط تحت در واقع انواع و اقسام فشارها و خشونتها هیچ چشم‌اندازی برای مبارزه نداره، چه در سطح فردی چه در سطح کالکتیو، و کمک بشه به این فرد که بتونه یک مسیر مبارزاتی پیدا بکنه و بتونه در این مسیر مبارزاتی به سمت سوسیالیسم هم در واقع اون پروژه سوسیالیستی جلو بره و از طریق جلو رفتن پروژه سوسیالیستی خودش هم تغییر بکنه. یعنی این مسئله دو طرفه قاعدتا قرار اتفاق بیفته. اما اگر اینطور برداشت بشه که قرار اجتماع رو بذاریم کنار و تغییر اجتماع رو بذاریم کنار و فقط شروع کنیم به فرد تکیه بکنیم، متمرکز بشیم روی فرد و خود انتقادی فرد و اینجور داستان ها، من فکر میکنم این مسیری نیست که روانشناسی فرهنگی تاریخی هم به دنبالش باشه. امیدوارم نکته که گفتم روشن کرده باشه یه مقداری. بس رو خیلی ممنونم از نکته هایی که گفتین. ممنون، مرسی. رفقا در کلاپاس کسی وقت داره؟ لطفا اگر وقت داره حالا تا زمانی که شما لطفا به من اطلاع میدین، رفیقمون بهروز فراهانی دستشو بالا گرفت، بفرم. من سلام میکنم به شما و یک پوزش بزرگ از رفیق سهراب عزیزمون که من به خاطر اینکه امروز به شدت کار کردم متاسفانه دیر رسیدم و فقط قسمت سوال جوابهای شما رو شنیدم و حتما من این رو گوش خواهم کرد و اگر نکته باشه و اجازه بدی حتما مجددا با تو تماس میگیرم. ولی روی صحبتی که این در واقع فرهنگی که صحبت میکردین که مسئله این ایجاد این فرهنگ سوسیالیستی، من سوال داشتم ازت و یکی از جاهایی که همه این رو به اسم نئولیبرالیسم تموم میکنن، ولی واقعیت اینه که این ربطی به خود نئولیبرالیسم نداره، بلکه نئولیبرالیسم روی اون سوار شد.
و اون نتیجه انقلاب صنعتی سوم و انکشاف اون و کاهش اهمیت کار ساده در کشورهای پیشرفته و به خصوص مسئله که فوق‌العاده مهمه و ما متاسفانه خیلی اونجوری که باید بهش توجه نمی‌کنیم و اون چرخش چین هست که اجازه داد چین تبدیل به کارخانه دنیا بشه و کارخانه‌های بزرگ که احتیاج به کارگران زیادی داره که در یک جا متمرکز بشن، یعنی تمرکز کارگری ایجاد بشه، از این کشورها کنده شد و رفت اونجا. ما در همه کشورهای پیشرفته شاهد این هستیم که محلات کارگری از بین رفتن، جاهایی که قبلا حول شهرها، من حکم عمومی نمیدم، همونجایی که خودم زندگی میکنم دارم میدم، میبخشید من نمیدم چقدر وقت داریم که صحبت بکنیم، نه چه آخرش سوال دارم که خیلی دارم میخواد نظر سهراب راجعش بشنوم. هرچی کوتاه‌تر باشه رفیق جان بهتر. چشم امیدوارم که سهراب متوجه نکته من بشه. مثلا در همین پاریس قبلا دورش اصلا معروف بود به کمربند قرمز، توی شهر بورژواها و اقشار میانی زندگی میکردن، حومه شهرها محلات کارگری و کارخونه ها بود، دیگه اثری از این وجود نداره، تمام این کارخونه ها رفتن چین، برخیش در اثر انقلاب صنعتی سوم به کلی از بین رفتن، اونهایی که هنوز مونده بودن رو منتقل کردن به چین یا کشورهای مشابه اون. در این محلات کارگری احزاب چپ فرهنگ کارگری رو گسترش میدادن، همبستگی کارگری وجود داشت، یه فرهنگ واقعی توی محلات کارگری بود، تئاترهای کارگری بود، سینمای کارگری بود، انجمنهای کارگری بود و قدرت حزب کمونیست فرانسه در اینجا دقیقاً این بود که اینها رو سازماندهی میکرد و این واقعاً یک فرهنگ آلترناتیو رو به نقد ایجاد کرده بودن و این از بین رفتن این کارخونه ها که نتیجه نئولیبرالیسم نیست، نئولیبرالیسم روش سوار شده چون جهانی شدن به شیوه نئولیبرالی رفت شده و باعث شد که فرهنگ بورژوایی در تمام این اتمیزه کردن آدم‌ها و در داغون کردن ارتباط بین اونها بسیار موفق باشه و این گفتمان نئولیبرالی اندیویدوالیستی این رو نشون داد. برای همین هم ما مثلا می‌بینیم که حتی کسانی که در جنبش ماه مه فرانسه نقش بسیار تعیین کننده ایفا کردن، حتی نقش رهبری داشتن، بخش بزرگیشون تبدیل به هارترین مدافعان اندیویدوالیسم و فردگرایی و اینها شدن و در مقابل فرهنگ سوسیالیستی جبهه درست کردن و از طریق ابررسانه‌ها همیشه دارن میکوبن. الان گفتمان نئولیبرالی روی به اصطلاح دفاعی تدافعی داره با شکستای عظیمی که این همه جا خوردن، کثافتی که با خودشون آوردن، در موضع دفاعی هست. ولی ما ظرفی که این فرهنگ کارگری رو دوباره بازسازی بکنیم رو کجا باید پیدا بکنیم؟ یعنی در غیاب این محلات کارگری، در غیاب این همبستگی طبیعی محل سکونت که از بین رفته، کجا میشه این رو بازسازی کرد تا بشه این فرهنگ رو سازماندهی کرد؟ خیلی خوشحال میشم که نظر در واقع تو رو بشنوم. خیلی ممنونم از نکته که گفتیم. واقعا سوال خیلی سختی رو دارید میپرسین که من از پاسخ بهش ناتوانم الان، ولی تنها چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم در واقع حرکت جالبیه که یه مجموعه ای از فعالان در واقع بریتانیایی اینجا دارن انجام میدن، از جمله در واقع روانشناسایی هم درونشون هستن، جالب از این جهت این که در واقع چون اینجا الان همونطور که شما گفتین دیگه تقریبا کارخونه های خیلی مفصلی به اون معناش که دههای 60 و 70 و 80 بود وجود نداره، همه رفته و بیشتر ما الان با در واقع انبارهای بزرگ مثلا آمازون و انبارهای بزرگ شرکت تسکو و شرکت موریسون و اینها مواجهیم که اینا در واقع دارم از فروشگاه های زنجیره‌ای خیلی بزرگی حرف میزنم که زنجیره تأمین کالاها رو در شهرهای مختلف بریتانیا دارن میسازن و اینها در واقع پژوهش‌هایی دارن انجام میدن روی در واقع این گرهگاه‌های زنجیره‌های تأمین و جماعت‌ها یا کامیونیتی‌هایی که توی دور این گرهگاه‌ها در زنجیره‌های تأمین
دارن ساخته میشن که عموماً از در واقع کارگرهای مهاجری تشکیل میشن که با در واقع بدون قرارداد و به صورت زیرو آور میرن اونجا کار میکنن و در محلات در واقع اطراف اونجا زندگی میکنن. یک بخشی در واقع دارن روی این جاها تاکید میکنن و تمرکز میکنن و اونجا رو مورد چیز قرار میدن، مطالعه و غیره انجام میدن. یک بخشی روی در واقع بزرگترین کارفرمای بریتانیا، یعنی در واقع نظام ملی سلامت NHS، که همچنان در واقع خیلی در واقع بخش خیلی بزرگی از نیروی کار وصل بهش، روی اون متمرکز شدن. اما باز اونجا هم خیلی پیچیدگی های زیادی داره، نوعی که اینها در واقع نیروی کار رو تو فضای NHS از هم گسیختن و نوعی که در واقع تو سلسله مراتب مختلف بین این نیروی کار حتی محلات اینها رو از هم دیگه جدا کردن. اما به نظر میاد تو فضای بریتانیا حداقل کارگرانی که مشغولن در زنجیره تأمین یک بخشی از نیروی هستند که الان بیشتر از همه فعال شدن. همینطور میشه اشاره کرد به کارگران در واقع راه آهن و حمل و نقل و پست که الان بسیار فعالن تو این دوره.